و ثروت چیزهایی هستند که بیشتر ما حتی اگر در ظاهر نشون ندیم برای به دست آوردن اونها تلاش میکنیم. با این حال با وجود تمام علاقه که به ستاره‌های محبوبمون داریم، گاهی فراموش میکنیم که اونها هم درست مثل ما انسان هستند و ممکنه که به بیراهه برن. اعتیاد موزل مهمی نه تنها برای بسیاری از مردم عادی، بلکه برای بسیاری از ستارگان مشهور دنیا هم هست. اونها به دلایل مختلفی از شهرت گرفته تا افسردگی و شکست عشقی به اعتیاد روی میارن که متاسفانه روی حرفه و طرز تفکر طرفداران اونها نیز تأثیری منفی میذاره. اما آیا میدونید که این ستاره ها کیا هستن؟ اگر شما هم دوست دارید که با ستاره هایی که به مواد مخدر اعتیاد داشته یا همچنان دارند آشنا بشید، با ما همراه باشید. جنیفر آنیستون یکی از بازیگرای محبوب آمریکایی است، اما گویا در زندگی شخصیش اونقدرها هم که شما فکر میکنید موفق نیست. او در مصاحبه‌ای اعتراف کرده که به ماری جوانا اعتیاد داره. اون حتی گفته که در طول ازدواجش با براد پیت اعتیادش به این ماده مخدر بیشتر شده. از کجا معلوم؟ شاید براد پیت بوده که این یادگاری تلخ رو از زندگیش برای اون بر جای گذاشته. آنجلینا جولی با مواد مخدر غریبه نیست. اگرچه اون بازیگری سرشناس، زنی خیر و مادری مهربان و دلسوزه، اما اعتیاد او به مواد مخدر لکه سیاهی بر زندگیش هست که از دید هیچ کس پنهان نیست. اون حتی در مقابل خانواده، دوستان و حتی در استودیوهاش و ملأ عام نیز به طور آشکارا مواد مخدر مصرف میکنه. اعتیاد او اونقدر بود که زمانی که او برای نقش لارا کرافت در فیلم تام ریدر انتخاب شده بود، کارگردان فیلم به دلیل سابقه اعتیادی که داشت هر از چند گاهی از اون تست اعتیاد میگرفت. ریحانا نیز از اون جمله ستاره هایی که به طور علنی به اعتیاد خودش اعتراف میکنه. اون میگه که تنها به وید اعتیاد داره، اما عکس هایی از او در حال کشیدن جوینت نیز منتشر شده. او با این کار بسیاری از هوادارانش رو فراری داد. کارا دلوین یکی دیگه از چهره های هالیوودیه که از همون بچگی در محیطی پر از مواد مخدر بزرگ شد. مادر او اعتیاد شدیدی به هروئین داشت و همین امر روی سبک زندگی او نیز تأثیر گذاشت. اون گفته اگرچه مادرم هیچ وقت جلوی من مواد مصرف نمی کرد، اما من تحت تأثیر اون قرار گرفتم و معتاد شدم. یک بار در سال 2013 زمان که کارا از خانش بیرون اومد، توسط دوربین خبرنگاران دستگیر شد. در عکس‌ها یک نایلون حاوی پودر سفید رنگی از جیب‌های او بیرون زده بود. نمی‌دونیم که اون هنوز هم به مواد مخدر اعتیاد داره یا نه، اما خوشبختانه مصرف او تا به حال به حرفش لطمه‌ای وارد نکرده. اوپرا وینفری. مطمئناً شما از موفق‌ترین و پولدارترین زن جهان انتظار ندارید که به مواد مخدر اعتیاد داشته باشه. اوپرا وینفری 25 ساله که در زمینه‌های مختلفی فعالیت داره، طوری که اون رو به شهرت جهانی رسونده. اون زن خیریه که کمک‌های زیادی به مردم کرده، اما خیلی‌ها هنوز درد دل‌های اون رو نمی‌دونن. اوپرا در کودکی در فقر به سر می برد و چندین بار مورد تجاوز قرار گرفت. اون اعتراف میکنه که در سن 20 سالگی کوکائین مصرف میکرد، اما خوشبختانه تونست خودش رو از اون باتلاق بیرون بکشه و زندگی تازه و سالمی رو در پیش بگیره. کریستین استوارت. درست قبل از فیلمبرداری مجموعه توایلایت، عکسایی از کریستن استوارت که در حال کشیدن مواد مخدر در مقابل خانه‌اش بود منتشر شد. مطمئناً شما هم میتونید تصور کنید که این عکس‌ها چه تأثیر منفی بر شخصیت او نزد هوادارانش بر جای گذاشت. اگرچه که او در جواب مردم گفت وید کشیدن من تنها به خودم ربط داره، اما از اون پس بود که اون دیگه هیچگاه نتونست جایگاه مستحکم خودش رو در بین مردم پیدا کنه. متیو مکانهی اعتراف میکنه که قبل از آشنایی با همسرش به مواد مخدر اعتیاد داشته. اون جزو یکی از ستاره هایی که بدون توجه به نظر هوادارانش وید مصرف میکرد.
اون حتی یک بار در خانه‌اش واقع در آستین تگزاس توسط ماموران پلیس به دلیل مصرف ماریجوانا دستگیر شد. کامرون دیاز نیز به ماریجوانا اعتیاد داره. اون حتی چندین بار در موقعیت‌های مختلف در حال کشیدن این ماده مخدر دیده شد. اون حتی اعتراف کرد که چندین سال پیش از اسنوپ داگ که با هم در یک دبیرستان درس می‌خواندند مواد خریده. کیت ماس یکی از بهترین سوپر مدل‌های جهانه، اما متأسفانه او هم به مواد مخدر اعتیاد داره. گفته شده که او به هروئین معتاده که البته ظاهر لاغر و نحیف او نیز این امر رو ثابت می‌کنه. پس از جدایی او از جانی دپ اعتیاد او شدت یافت. او از سر ناراحتی و افسردگی نه تنها مواد مخدر بلکه مشروبات الکلی نیز به وفور مصرف میکرد که در نهایت منجر به لغو قراردادهای کاری شد. اگرچه او برای ترک اعتیاد خود تلاش کرد، اما هنوز هم نتونسته که اون رو به طور کامل کنار بذاره. مایلی سایرس. اگرچه مایلی سایرس در مصاحبه های اخیرش اعلام کرده که مصرف مواد مخدر رو کنار گذاشته، اما این واقعیت گذشته اونو پاک نمی کنه. او در گذشته از هر فرصتی برای مصرف مواد استفاده می کرد. حتی عکس های زیادی از او در حال مصرف مواد مخدر نیز پخش شده. او علت ترکش رو تمرکز روی آلبوم های جدیدش می دونه و گفته که ترک وید براش بسیار بسیار ساده بوده. لیدی گاگا به ماریجوانا و کوکائین اعتیاد شدید داشت، اما خوشبختانه به کمک التون جان تونست اعتیادش رو کنار بذاره. اون خودش اعتراف میکنه که تنها به خاطر رویارویی با شهرت به مواد مخدر روی آورد که مصرف روزانه او حتی از 15 تا 20 جوینت هم تجاوز میکرد.